خب سوال بعدی در رابطه با نامگذاری آلکان ها بوده. سوالی که تقریبا میشه گفتش که ساده بوده، اما خب با یه مقدار دقت راحت میشده سوال رو حل کرد. نگاه کنید ببینید که چه شکلی سوال. اولا که یه چیزی یادتون باشه بچه ها، ما تو نامگذاری آلکان ها به روش آیو پاک میدونیم که به ترتیب حروف الفبا انگلیسی باید عمل کنیم. یعنی اگر یه ساختار داشته باشیم که هم توش اتیل به عنوان شاخه فرعی باشه و هم متیل به عنوان شاخه فرعی باشه، من اول باید اسم اتیل رو بگم، چون به ترتیب حروف الفبا انگلیسی عمل کنم میشه A B C D E. یعنی E زودتر از M که متیل هست باید بیاد، که گزینه یک به همین سادگی هضم میشه. چرا دو اتیل رو دیرتر آورده؟ اصلا دو اتیل هم زودتر می آورد خطا بود، چون دو اتیل اصلا وجود نداره. شما میدونید به عنوان یک دانش آموز کنکوری که نام دو اتیل تو گزینه ها خطا است. اما گزینه دوم، من باید اولین کاری که می کنم زنجیره اصلیشو انتخاب کنم، که قطعا همه شما مطمئنم به این زنجیره اصلی رسیدید. این شاخه های فرعی این هیدروکربن هست. زنجیر اصلیم دارای یک کربن، دو کربن، سه کربن، چهار کربن، پنج کربن، شش کربنه. پس نام این آلکان حتما باید به هگزان ختم بشه، که ایشون به هپتان ختم کرده، که این گزینه هم حذفه. توی گزینه سوم زنجیر اصلیم میشه این، و نامی که برای این باید انتخاب کنم اینه، دو و دو. نگاه کنید رو کربن دو دو تا شاخه است، رو کربن سه یه شاخه است و رو کربن چهار هم یه شاخه است. پس میشه دو و دو و سه و چهار. چند تا متیل؟ تترامتیل. چهار تا متیل نشسته، که اگر نگاه کنید اصلا تریمتیل هست، اعدادش هم اصلا همخوانی نخواهد داشت. پس گزینه سه هم هست، قطعا گزینه چهار میتونه جواب باشه، که اگر زنجیر اصلیش رو انتخاب کنید، زنجیر اصلیش رو انتخاب کنید، این هست زنجیر اصلیش. دقت کنید زنجیر اصلیه این به این صورت هست. حالا من به علت این که زیاد جا ندارم اینجا، فقط زنجیر اصلیش رو واسهتون مشخص میکنم. یه متیل اینجا شاخ است، یه متیل اینجا شاخ است، یه متیل اینجا شاخ است، یه متیل هم اینجاست. خب تترامتیل رو باید ببینم، از لحاظ عددی هم عدده دو و این دوه، دو و چهار و پنج و شیش رو باید ببینم. دو و چهار و پنج و شیش رو میبینم. زنجیر اصلیم هم یه کربن، دو کربن، سه کربن، چهار تا، پنج تا، شیش تا، هفت تا، هشت تا هست. پس گزینه چهار کاملا جواب تستمون بوده و صحیح بوده.